ماجرای همخوانی ترانه از ساسیمانکن خواننده ایرانی در برخی مدارس تهران و واکنش مقامات دولتی و مجلس جمهوری اسلامی به آن خبرساز شده. همکارم بنیامین سعد از رادیو فردا در پراگ با ماست. بنیامین، دلیل چنین واکنشی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در برخورد با شادی گستری به ویژه در مدارس تهران چیه؟ ببینید، این موضوع وقتی که مطرح شد، خب دو روز هست که مطرح است در شبکه‌های اجتماعی و تصاویری از این دانش آموزان پخش میشه. خیلی از کسانی که حالا به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، خیلی از کسانی که خودشون رو ارزشی یا طرفدار حالا جمهوری اسلامی به شکل حالا خیلی تندرو گرایانه ای در واقع معرفی میکنن، اونها اومدن حمله کردن که آقا این چه وضعش هست و این چه مدارس چرا باید مثلا ترانه ای از ساسیمانکن پخش کنن که حالا خواننده خارج از ایران هست، خواننده پاپی که در آمریکا ساکن هست. خب این موضوع سریع واکنش امروز تو مجلس می‌بینیم. آقای علی مطهری که حالا در فراکسیون امید هم هست، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم هست، میاد میگه که باید مدیران برکنار بشن و مقامات دیگه هم کمابیش در نهادهای دیگه اینو گفتن. حتی خود وزیر آموزش و پرورش ابتدا اومد از لزوم شادی گستری گفت هفته گذشته، این هفته اومد بلافاصله حرفش رو عوض کرد و گفت نباید همچین چیزهایی در واقع مدارس پخش بشه و ما برخورد میکنیم. این نشون میده که اینها از یک تغییر گفتمان حالا یا تغییر نگاه اون نسلی که نسل دانش آموز هستن، نسل جوانتری هستن، خب احتمالاً ابراز نگرانی، احساس نگرانی میکنن و سعی دارن که به این وسیله اجازه ندن که در واقع مفاهیمی که مخالف اون هنجارها و ارزش‌های جمهوری اسلامی هست، هنجارهایی که مدعی هستن هنجارهای اسلامی هست، ترویج پیدا کنه در محیط‌های آموزشی مثل مدارس.